داد چهارم کوچه که خونمون بود، خیلی سربالاییه. شقایق بودی و دیری نماندی، سرود زندگی را نیمه خواندی، زدی برقی و خاکستر شدی، تو عزیزان را به سوگ خود نشاندی. سلام دوستان، علی هستم و به کانال سکوت خوش آمدید. امروز میخوام براتون داستان یکی از پرونده های پر سر و صدا و جنجالی ایران رو در یک دهه اخیر تعریف کنم. پرونده‌ای که واکنش های بسیار زیادی رو با خودش به همراه داشته و هنوز هم حاشیه هاش ادامه داره. بله، پرونده جنایی ریحان جباری. در یکی از روزهای گرم تیر ماه 1386، ساکنین یک ساختمان در خیابون میر عماد تهران صدای کوبیده شدن چیزی رو بر روی زمین از طبقه سوم ساختمان شنیدند. در دقایق اول اونا چندان پیگیر این موضوع نشدند، اما کمی بعد وقتی که یکی از ساکنین اون ساختمان پیکر غرق در خون مردی رو در راه رو دید، معلوم شدش که اون صدا مربوط به یک جنایت خونین بودش. با حضور مامورین پلیس در محل حادثه معلوم شدش که اون فرد، یعنی فرد مضروب، مردی 47 ساله به نام عبدالعلی سربندی بود که مورد اصابت یک ضربه عمیق چاقو در ناحیه پشت بین دو کتف قرار گرفته بود. قربانی یک پزشک بود، اما خب در اون دوران اون روزا کار طبابت نمی کرد و بیشتر به تجارت لوازم پزشکی مشغول بود. در بررسی های اولیه مشخص شد که جراحت در بدن قربانی اونقدر عمیق بودش که او در همون دقایق اولیه بعد از وارد شدن ضربه چاقو به بدنش کشته شده بود. جسد مقتول برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی فرستاده شد و همزمان تحقیقات پلیس برای پیدا کردن سرنخی از قاتل شروع شد. ساکنین اون ساختمون همگی میگفتن که در اون ساعات شخص مشکوکی رو ندیده بودن که وارد ساختمون بشه و تنها صدای عجیبی که شنیده بودن همون صدای کوبیده شدن یک چیز بر روی زمین بود. پلیس برای بررسی بیشتر به سراغ سوابق تلفن همراه مقتول میره و با جستجوی گوشی او معلوم شدش که عبدالعلی اون روز با شماره تلفنی ناشناس چند بار تماس گرفته بود، شماره‌ای که متعلق به یک دختر 19 ساله غریبه بودش. بله، به دنبال پیدا شدن این سرنخ، اون دختر 19 ساله که ریحانه جباری نام داشت بلا فاصله شناسایی شد و به سرعت دستگیر شد. پلیس‌ها در بازرسی خونه ریحانه موارد مشکوکی همچون یک روسری خونی و یک چاقوی بلند پیدا کردند که نشون از این داشتش که اون دختر در به قتل رسوندن مقتول نقش داشته. ریحانه به اداره آگاهی منتقل شد و در بازجویی‌ها همونطور که انتظار می‌رفت خیلی زود لب به یک اعتراف هولناک باز کرد. ریحانه در اعترافاتش گفت که با مقتول حدود یک ماه قبل در یک بستنی فروشی آشنا شده بود. عبدالعلی که با دوستش اون روز در اونجا بود، از حرفای ریحانه متوجه شده بودن که اون دختر طراح دکوراسیون داخلیه. برای همین عبدالعلی سر صحبت رو با او باز میکنه و از ریحانه میخواد که برای دکور جدید دفتر کارش بهش کمک کنه. بعد از این صحبت ریحانه و عبدالعلی حدود یک ماه با هم ارتباط داشتند. اون دو با هم به رستوران میرفتند، پیامک بازی میکردند، صحبت میکردند و از شواهد مشخص بود که اون دو با هم ارتباط نزدیکی برقرار کرده بودند.
خلاصه در روز حادثه مقتول با ماشینش به محل کار ریحانه رفته بود که او رو سوار کنه و با هم به دفتر کارش برن. توی مسیر عبدالعلی توقف میکنه و میگه که برای عمه بیمارش میخواد که از داروخونه دارو بخره. اما خب طبق اظهارات قاضی پرونده اون روز عبدالعلی از داروخونه به جای دارو کاندوم خریده بود. به هر حال ریحانه و عبدالعلی به دفتر خالی او میرن. ریحانه در ادامه بازجویی‌ها میگه که وقتی که وارد دفتر شدیم عبدالعلی سعی کردش که به اون نزدیک بشه و بهش تجاوز جنسی کنه، ولی او با این کار عبدالعلی مخالفت کرده بود و وقتی که اصرار اون مرد شدت گرفت و خواستش که به او حمله کنه، ریحانم از روی ناچاری برای دفاع از خودش با چاقویی که 2 روز قبل برای امنیت خودش خریده بود ضربه‌ای رو به پشت او وارد کرده بود. ضربه چاقو هم اونقدر عمیق بود که مسیر اصلی نای قربانی رو پاره کرده بود. به دنبال این اتفاق عبدالعلی هم برای دفاع از خودش صندلی رو به سمت ریحانه پرتاب میکنه و صدای برخورد اون صندلی به زمین همون صدایی بودش که همسایه ها میگفتن شنیده بودند. ریحانه در اون لحظه برای فرار از دست عبدالعلی از طریق آسانسور ساختمون خودش رو به طبقه همکف رسونده بود و از ساختمون خارج شده بود. مقتول هم که هنوز زنده بود سعی میکنه که به دنبال ریحانه از آپارتمان بیرون بره، اما خب به دلیل خونریزی شدیدی که داشت بیشتر از 1 طبقه نتونسته بود پایین بره و همونجا توی راه رو بر روی زمین افتاده بود. ریحانه گفت که بعد از فرار در جایی در نزدیک ساختمون منتظر موند و تا وقتی هم که آمبولانس به محل حادثه نرسید اونجا رو ترک نکرد. به دنبال این اعترافات ریحانه به اتهام قتل عبدالعلی سربندی دستگیر شد و تحقیقات برای صحت سنجی ادعاهاش شروع شد. طبق ادعای وکیل ریحانه روی میز دفتر عبدالعلی 2 لیوان آب میوه بودش که داخل یکیش مواد بیهوش کننده وجود داشته و طبق اون مدرک ادعای تجاوز درست بوده. اما خب تحقیقات پلیس نشون میداد که ماده‌ای که داخل آب میوه بود یک داروی بیهوش کننده نبوده. حقیقت در این پرونده این بوده که قصد تجاوز وجود داشته، ولی دلیلی نداشته که یک مرد 50 ساله دختر 19 ساله ای رو با خودش ببره توی آپارتمان خالی و آب میوه با مواد خواب‌آور بهش بخواد بده، یا اینکه کاندوم در اونجا باشه، ملافه پهن بکنه، دست بهش بزنه و خیلی از موارد دیگه. من در تمام لایه‌هام تمام موارد رو در میتونم بگم نزدیک به 20 صفحه مشروع اعلام کردم، تمام دلایلی که نشون میداد دفاع مشروع هست و قتل عمد نیست، تمام اینا رو مطرح کردم، ایرادها رو گرفتم، موارد مختلف رو مطرح کردم، ولی متاسفانه هیچ کدومش دادگاه بهش توجه نکرد. در ادامه وکیل او ادعا میکنه که جراحات روی بدن مقتول نشون میداده که ریحانه در برابر تجاوز از خودش دفاع کرده بود و ثانیاً با توجه به جثه ضعیفی که اون دختر داشت او نمیتونسته که چاقو رو اونقدر عمیق از پشت وارد بدن مقتول کنه و ممکنه که نفر سومی هم وجود داشته باشه، شخصی که ریحانه از او به عنوان شیخی یاد میکرد، اگرچه که این شخص هیچ وقت توسط ریحانه شناسایی نشد. بله، تمام شواهد بر این دلالت داشتش که ریحانه برای دفاع از خودش به تنهایی با مقتول درگیر شده بود و متاسفانه در اون درگیری عبدالعلی کشته شده بود. فرزندان مقتول در مصاحبه هایی که داشتن گفتند که اگر ریحانه قبول کنه که قرار نبوده بهش تجاوز بشه و با میل خودش به دفتر پدرشون رفته بود و از طرفی دیگه در شناسایی شخص سوم بهشون کمک کنه از قصاص او میگذرن و این نشون میدادش که حتی فرزندان مقتول هم مطمئن نبودن که قتل میتونسته کار ریحانه باشه.
به هر حال در اون زمان چون قربانی کارمند سابق یکی از نهادهای امنیتی کشور بود، این پرونده از حساسیت زیادی برخوردار بودش. ولی چیزی که همه پذیرفته بودن این بود که ریحانه و عبدالعلی با هم ارتباط جنسی داشتند. طبق گفته های قاضی دادگاه، ریحانه با رضایت خودش با قربانی ارتباط داشت، رابطه‌ای مثل سرویستهی در ازای دریافت چیز دیگه. بله، در روز حادثه قربانی از داروخونه کاندوم میخره، اما خب بعد از رسیدن به دفتر اون کاندوم رو طوری روی میز قرار میده جلوی چشمان ریحانه که اون دختر خودش بفهمه که اون مرد میخواسته باهاش تو دفتر رابطه داشته باشه. اما وقتی که ریحانه متوجه میشه که قرار نیست عبدالعلی اونطوری که بهش قول داده بود از او حمایت مالی کنه، از ارتباط گرفتن باهاش امتناع میکنه و نمیگذاره که اون مرد بهش نزدیک بشه. خلاصه در نهایت بعد از کش و قوس هایی که دقیقاً مشخص نیست چی بوده، ریحانه موقع نماز خوندن عبدالعلی او رو با ضربه چاقویی که به پشتش وارد کرده بود میکشه. دادگاه در جلسات متعدد به این نتیجه میرسه که ریحانه در کشتن عبدالعلی مقصر بود و حکم قصاص رو برای او صادر کرد. بله، بعد از صدور حکم تعداد زیادی از افراد مشهور از اصغر فرهادی گرفته تا استاد محمد رضا شجریان طی نامه‌هایی از خانواده مقتول تقاضا کردند که از خون پدرشون بگذرن. حتی جلساتی برای صلح و سازش برگزار شد، اما خب در نهایت هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و خانواده عبدالعلی سربندی تقاضای قصاص متهم رو کردند. فهمیدم حالا دیگر در نوبت اجرای حکم قصاص قرار گرفتم. از تو گله دارم که چرا خودت به من نگفتی که با آخرین صفحه کتاب زندگیم رسیدم. به نظر تو این حق من نبود که بدانم. تو که میدانی چقدر از غمگین بودنت شرم زدم. چرا فرصت عذرخواهی و یا بوسیدن دست خودت و بابا را برایم کوتاه‌تر کردی؟ دنیا به من اجازه 19 سال زندگی را داد. آن شب شوم میبایست من کشته میشدم. جسدم در گوشه ی از شهر می افتاد و بعد از چند روز نگرانی پلیس شما را برای شناساییم به پزشک قانونی می برد و تازه آنجا می فهمیدید که به من تجاوز هم شده. قاتل هرگز پیدا نمی شد زیرا ما زر و زور آنها را نداریم و همه شما رنجور و شرمزده به زندگیتان ادامه می دهید. چند ماه یا چند سال بعد هم دق می کردید و تمام. اما با آن ضربه لعنتی قصه عوض شد. جسدم نه در بیابان ها که در گور زندان اوین و بندهای بالا و پایین و انفرادی و حالا در زندان گور مانند شهر ری رسیده است. اما تسلیم سرنوشت باش و هرگز گلایه نکن. تو بهتر از من میدانی مرد پایان زندگی نیست. تو یادم دادی هر انسانی به دنیا میآید تا تجربهای کسب کند و دست یاد بگیرد و با هر تولد رسالتی بر دوش انسان گذاشته میشود. من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید. یادت هست داستان نیچه فیلسوف رو برای من میگفتی که به مردی گاریچی که برد و شلاق میزد اعتراض کرد و صاحب از شلاق رو به سر و صورت نیچه کوبید و در نهایت به مردش انجامید. تو میگفتی او به همه یاد داد که در راه خلق یک ارزش باید ایستاد حتی اگر بمیرید. تو به ما یاد دادی که در دیرودار مدرسه و دعواها و چغلی های کودکانه باید خانم بود. یادت هست چقدر روی رفتار ما تاکید داشتی. تجربه‌ام غلط بود. وقتی به حادثه پرت شدم آموزشم کمکی به من نکرد. رفتار آرومم در دادگاه مرا به خونسردی در قتل و جنایتکار بیرحم بودن متهم کرد. عشق نریختم، التماس نکردم و کولیوار حوار نزدم چون به حمایت قانون اطمینان داشتم. اما متهم شدم به بی‌تفاوتی در برابر جنایت. می‌بینی
من که حتی پشه ها رو نمی کشتم و سوسک رو با شاخکش بیرون می انداختم شدم جانی، آن هم با قصد قبلی. رفتارم با حیوانات تمایل به پسر بودن تغییر شد و قاضی حتی به خودش زحمت نداد که توجه کند هنگام حادثه ناخونهایم بلند و ساقن کشیده بود و بی توجه به این گفت که من بوکسر بودم. چه خوشخیال بود این که از قدرت توقع عزل و داد داشتی. او هرگز از خود نپرسید که آیا دستهایم زمختی ورزشکاران خصوصا ورزشی مثل بوکس را ندارد. در این کشور که تو عشقش را در دلم کاشتی هیچ کس مرا نخواست و هیچ کس حمایتم نکرد. وقتی زیر ضربه های بازجو فریاد می زدم و رکیکترین الفاظ را می شنیدم. وقتی آخرین نشانه زیبایی را از خودم دور کردم و موهایم را تراشیدم جایزه گرفتم. یا دخلیدم فرازی. شما گنگریه نکن به چیزهایی که از من می شنبید. من همون روزهای اول در آگاهی وقتی پیر دختری به اسم مأمور آگاهی از خجالت ناخونهایم در آمد فهمیدم زیبایی چیزی نیست که مطلوب این دوره باشد. زیبایی ظاهر، زیبایی افکار و آرزوها، زیبایی خط، زیبایی چشم و بینش و حتی داشتن صدای خوش. مادر عزیزم، جهان بینی من عوض شده و تو مسئولش نیستی. حرفهایم تمامی ندارد و همه را به کسانی دادم تا اگر زمانی دور از چشم تو و بی خبر اعدامم کردن به تو برسانند. من هستیه یه کاغذی فراخانی برایت گذاشتم، اما قبل از من چیزی میخواهم که تو باید با تمام توان و از هر راهی که میتوانی برایم فراهم کنی. در واقع این تنها چیزیست که از این دنیا، کشور و از تو میخواهم. میدانم برای این کار نیاز به زمان داری، به همین دلیل این بخش از وصیت‌نامه ام را زودتر به تو میگویم. تو را به خدا این عرض گوش کن. از تو میخواهم به دادگاه بروی و تقاضایم را بگویی. از داخل زندان امکان نوشتن چنین نامه ای را که به تایید رئیس زندان برسد ندارم و تو باید یک بار دیگر برایم عذاب بکشی. تنها چیزیست که اگر برایش التماس کنی ناراحتم نمی کند. حتی بارها به تو گفتم برای نجاتم از اعدام التماس نکن. مهربان مادرم، شعله جانم، عزیزتر از جانم، نمیخواهم زیر خاک بپوسم. نمیخواهم ترخی یا قلب جوانم خاک شود. التماس کن که ترتیبی داده شود که به محض دار زدنم قلب، کلیه، چشم، کبد، استخوانها و هر چیزی که قابل پیوند زدن است از بدنم جدا و به کسی که نیاز دارد هدیه شود. نمیخواهم گیرنده اون نامم را بداند، گلی برایم بخرد یا حتی فاتحهای برایم بخواند. از صمیم قلب میگویم که دلم نمیخواهد قبری داشته باشم که تو خاکستر نشینش باشی. نمیخواهم سیاه پوشم شدی. همه یه تلاشت را بکن تا فراموش کنی روزهای سخت را. مرا به دست باد بر دنیا مرا دیگه ندار. سرنوشت مرا نمیخواست و اکنون من تسلیم محضم و به آغوش باد از مرگ استقبال میکنم. در جهان دیگر، در سرای باقی، من و تو شاکی هستیم و دیگران متهم. تا خدا چه خواهد؟ دلم میخواهد در آغوشت باشم تا بمیرم. دوستت دارم. ریحانه، 12 فروردین 93. بالاخره در سحرگاه روز سوم آبان 1393، بعد از گذشت 7 سال، حکم اعدام ریحانه جباری در زندان رجای شهر کرج اجرا شد و اون دختر به دار آویخته شد. بعد از اجرای این حکم، فرزندان مقتول افکار عمومی و رسانه ها رو مقصر اعدام شدن ریحانه دونستند. اونا معتقد بودند که رسانه ها، وکلا، خارج نشین ها باعث شده بودند که ریحانه هیچ وقت از اونا معذرت خواهی نکنه و تا آخرین لحظه اصرار داشته باشه که پدر اونا میخواسته بهش تجاوز بکنه. بله دوستان، جالبه بدونید که ریحانه قبل از اعدامش وصیت کرده بود که
بعد از مرگش اعضای بدنش رو به نیازمندان اهدا کنن که خب در نهایت این تقاضاش هم انجام نشد. و الان بعد از گذشت 7 سال از اجرای این حکم هنوز هم ابهام‌های زیادی در ذهن افکار عمومی وجود داره. اگرچه که قاضی دادگاه ریحانه در هنگام صدور حکم سعی کردش که در یک مصاحبه سریع تمام این ابهامات رو از بین ببره، اما خب هنوزم که هنوزه بسیاری از مردم از اجرای این حکم متاسف و ناراحتند. یعنی اگر ریحانه از اول قبول میکرد که طبق خواسته خانواده مقتول بپذیره که عبدالعلی به او تجاوز نکرده، او اعدام نمیشد.